دروز فراوان به همه همراهان رودست. من آناشید با اخبار رودست در خدمت شما هستم. از برجام دفاع می‌کنیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ما به مراقبت از دستاوردهای دیپلماسی مانند توافق هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهیم. به گزارش صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در روز سازمان ملل بار دیگر اعلام کرد که اروپا همچنان به دفاع از توافق هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهد. توصیه مقتدا صدر به تظاهر کنندگان: به سربازان گل هدیه کنید. مراقب اموال عمومی و خصوصی مردم باشید. رهبر جریان صدر در عراق چهارشنبه در بیانیه‌ای با عنوان چند دستور عمل از کسانی که می‌خواهند در اعتراضات خیابانی در روز جمعه آینده در عراق شرکت کنند، خواسته است از خشونت ورزی بپرهیزند و به خاطر عشق به وطن روحیه‌ای بردبارانه‌ای داشته باشند و مراقب اموال عمومی و خصوصی باشند. صدر در این بیانیه گفته است با خدا عهد کرده است که پناه مفسدان نباشد، بلکه از پدرش آموخته است که پشتیبان مصلحان باشد. حفظ برجام برای اطمینان از ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران مهم است. نماینده دولت سعودی در سازمان ملل طی سخنانی با ادعای تلاش برای برقراری ثبات در منطقه بر اهمیت حفظ برجام برای حصول اطمینان از ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد. به گزارش فارس، نماینده دولت سعودی در سازمان ملل متحد در جریان یک سخنرانی ضمن توسعه به جامعه جهانی، سازمان ملل و تمام اعضای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در زمینه اجرای تعهدات خود در قبال ایجاد یک منطقه عاری از سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی بر لزوم حفظ برجام تأکید کرد. ترامپ دستور لغو تحریم‌های علیه ترکیه را صادر کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا دستور را اجرا می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری با اشاره به تحولات اخیر در رابطه با مرز ترکیه و سوریه و توافق اخیر آنکارا و مسکو به وزیر خزانه‌داری آمریکا دستور داد که تحریم‌های واشنگتن علیه ترکیه را لغو کند. رئیس جمهور آمریکا عصر چهارشنبه به وقت تهران با برپایی یک نشست خبری در کاخ سفید در رابطه با تحولات اخیر در شمال سوریه و توافق اخیر مسکو و آنکارا در رابطه با عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه اظهار نظر کرده است. ما امنیت چاهای نفتی شمال سوریه را تأمین کرده ایم و در نتیجه یک تعداد کوچکی از نظامیان آمریکایی در منطقه باقی خواهند ماند. ترامپ در رفتار توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی شریک جرم است. وزیر امور خارجه ایران میگوید کشورهای عضو جنبش عدم تعهد جبهه متحد خود را حفظ و تقویت نمایند و به رژیم صهیونیستی اجازه ندهند در هدف خود برای به حاشیه بردن مسئله فلسطین توفیق یابد. لغو روادید با ایران را بررسی می‌کنیم. به گفته وزیر امور خارجه عمان، روابط عمیق خود را با ایران می ستاییم و در حال بررسی لغو روادید ایرانی ها برای ورود به کشورمان هستیم. ما رابطه قدیمی با ایران داریم و هر بار که به ایران سفر می کنیم احساس می کنیم که در کشور خودمان هستیم. غیر از ایران کدام کشور کنوانسیون پالرمو را نپذیرفته است؟ امروز فقط کنگو است که در کنار ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی نپیوسته است. اکتبر 2009 کنوانسیون پالرمو به دست دکتر خرازدی امضا شد و حالا 19 سال است که در ایران برای بررسی این کنوانسیون جلسه برگزار می شود. در این مدت 189 کشور عضو این کنوانسیون شدند. در نهایت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ایران به پارلمان را تصویب کرد. گام چهارم را رئیس جمهور اعلام می کند. رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد گام چهارم کاهش تعهدات برجامی توسط حسن روحانی اعلام خواهد شد. به گزارش فارس، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، دیروز چهارشنبه در حاشیه مراسم ختم محمد احمدیان
رئیس شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی درباره گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران عنوان کرد که این موضوع توسط حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام خواهد شد. گفتنی است که فرصت 60 روزه سوم ایران به طرف‌های باقی مانده در برجام برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی آنان 14 آبان ماه پایان می‌پذیرد و آن گونه که به نظر می‌رسد با توجه به عدم تحرک اروپا در راستای اجرای تعهداتش، ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را از پایان این 60 روز برخواهد داشت. ایران گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را بعد از پایان این 60 روز برخواهد داشت. ممنونم که با ما همراه بودین. اگه به بخش خبری ما علاقه‌مند هستین، کانال دوم رودست رو سابسکرایب کنید. پاینده باشید.